به نام خداوند جان آفرین، من فرح نیازکار هستم از اساتید ادبیات در دانشگاه شیراز و افتخار این رو داشتم که امروز به دعوت مرکز فرهنگی ایران در سوئد در همایش و نشست حافظ مکتب نگار عشق شرکت کنم و خوشبختانه این فرصت به وجود آمد که در جمع دوستداران حافظ و فرهنگ و تمدن ایران حضور پیدا کنم. علاوه بر جمع ایرانیانی که در این نشست حضور داشتند، دوستان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی سوئدی هم در این نشست حضور داشتند که اونها علاقمندی خودشون رو نسبت به این موضوع به وضوح نشان میدادند. همچنین در مرکز فرهنگی شهر اوپسالا این نشست ادامه پیدا کرد که با حضور جمعی دوستداران فرهنگی در واقع به معرفی مکتب عشق حافظ و ویژگی هایی که حافظ در دیوان و غزلیات خودش نسبت به این موضوع مهم داره پرداخته شد. عاشقانگی های حافظ نکته بسیار مهمی بود که در واقع در سلسله نشست و سخنرانی هایی که در این جمع اظهار شد مورد بررسی قرار گرفت و مورد توجه این جمع واقع شد. یک نشست خواهیم داشت در دانشگاه لوند که در واقع در بین دانشجویان زبان خارجی باز هم به معرفی حافظ خواهیم پرداخت و شناختی که در واقع ما ایرانیان نسبت به حافظ داریم و غزلیات اون در بین اون دوستان جوانمون و دانشجویان زبان سوئدی و خارجی به معرفی حافظ خواهیم پرداخت. در واقع حافظ یکی از شاعران نامی سرزمین ماست که مرزهای جغرافیایی رو در نوردیده، یعنی اینکه حافظ نه محصور زمان مانده و نه محصور مکان، به همین دلیل توانسته در ذهن و دل جهانیان جای بگیره، ماندگار بشه و مورد توجه اونها قرار بگیره. این هم به این دلیل هستش که انگویی حافظ از زبان ما با خود ما سخن میگه و به دلیل این ارتباط روحی که ما میتونیم با حافظ در همزبانی و همدلی و همکلامی پیدا کنیم، در واقع حافظ تبدیل شده به اسطوره‌ای که در سر تا سر جهان شناخته شده است، مطلوب و پسندیده است. طبیعتاً برگزاری نشست‌های از این دست، نشست‌های فرهنگی که به نام بلند حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی یا هر کدام از قله‌های ادبی زبان و ادبیات فارسی ما شکل می‌گیره، می‌تونه بسیار تأثیرگذار باشه در وهله نخست برای معرفی فرهنگ غنی که این شاعران بزرگ ما از اون بهره‌مند بودن و از سوی دیگه برای معرفی اندیشه های ایرانی، اندیشه های اصیلی که می تواند با جهانیان ارتباط برقرار کنه و نهایتاً اون نجات و رستگاری رو که در دغدغه هر جامعه و نوع بشری است رو می تونه به اونها الهام بخش باشه. امیدوارم که نشست هایی از این دست تداوم پیدا کنه، به این دلیل که این نشست ها معرفی در واقع فرهنگ و تمدن و البته نوع نگاه ایرانی به جهان، هستی و انسانیته. امیدوارم که این نشست ها ادامه پیدا کنه و ما بیش از پیش بتوانیم شاعران بزرگ خودمون رو که متفکران دوره های مختلف جامعه ما هستند رو بشناسیم و اونها رو به جهانیان معرفی کنیم. برای همگی آرزوی سربلندی و شادمانی دارم.